حدود 400 تن از نابینایان در ناحیه حصار تلاش دارند که حکومت کارخانه های یک زمان فعال و اما در پی درگیری های داخلی از کار مانده ای آنها را دوباره به چرخش درآورد. نرزولان گلمیرزایف در زمان پایبرجایی شوروی در کارخانه استحصال سرپوش قوطی ها در حصار کار میکرد و اما طی 20 سال آخر این شغل خود را به طلبندگی عوض نموده است. او میگوید آنها از ناچاری صدقه میطلبند و از این حساب ارابه زندگیشان را میکشند، ولی در صورت فعال شدن کارخانه های مخصوص نابینایان با جان و دل به کار خواهند پرداخت. ای سال 93 تا سال 95-96 یک اندازه با قدر امکان فعالیت بود کم و بیش، لیکن همون تماما از بین رفت کارخانه. اینا نسل 96 این طرف همین ما از ذخیره های همون چخه میگن سیوز مال اشیای خام بسیار داشتیم، لیکن همون رئیس ها و رهبرا هیلا و نایران کتی ما را وای کردن چخه میگن مال اشیای بردن با یک نو بردن نیست نبود کردن. دهه حیات نوی ناحیه حصار بیشتر با نام منطقه نابینایان معروف است. در زمان پایبرجایی شوروی سابق در اینجا کارگاه های مخصوص نابینایان فعال بود و آنها توانستند در وقتش 10 نامگوی اسباب روزگارداری را استحصال کرده به بازار برارند. از جمله به قول نابینایان آشخانه و مرکزهای فرهنگی و سرتراشخانه های روستای حیات نو نیز مخصوص آنها بود، اما حالا یا صاحبانشان دیگر شده است و یا این بناها به نیم ویرانه تبدیل یافتند. مالا یه کافی دیگه من دارم بودن. ما کار میکنیم، ما واسه گریفتیم زن. از حسابی نمی خنکی و حسابی بس بکیو. کافی دیگه ما. مالا سریع است. ایشان دکور به وایش میاد. اکثرا تنهاییه. من گابالوشیم با جوی مراجعه نکردم نمونده. همین همه ارزوی مو من ازم با نامی جنوبی اولی، اما ارزوی مو با دست جنوبی اولی نمیرسن. همون که جنوب اولی از زمین اول با خبر نبودند، نگه همه ارزو با فقط با دستی خدایی رو رئیس دستگاه میگیرد، رئیس دستگاه روی میگیرد حکومت نویا یا پرکراتورا. برای همه ارزو با همه قیقی من قریب زیاده، من از دو سال قریب سه سال شد نایشتای سودیم یکون ارزو با حالیش نیفتند. کارخانه استحصال سرپوش قوطی ها در ناحیه حصار با تجهیزات از کار مانده‌اش به یک گوشه تقریبا فرسوده تبدیل یافته است. این کارگاه در تابعیت حکومت ناحیه بوده و بخش از آن را صاحبکاران انفرادی به اجاره گرفتند و در آن جایی که صاحبکاران هستند کار جریان دارد، اما نابینایان به مشاهده نمی رسند. این زنی 75 ساله که در بازار مرکزی ناحیه حصار سقیچ و قند می فروشد قهرمان محنت سوسیالیستی است. او از 16 سالگیش همراه با مادر نابینای خود در کارگاه های قطی براری و سرپوش سازی تا آغاز سالهای 92 اصلی گذشته کار کرده است. وی می گوید 25 سال باز برای از بین نرفتن این کارخانه استحصالی تلاش کرد، ولی تا حال به جای نرسید. ما میخوام که کارخانه تشکیل شود، چهار کاری کار کنه، کاری های بچه در قد کوچه گدایی نکنه، کاری های بچه در پنسیه منتظر نشوند. این دو دار ما کار میکردیم، میرفتیم اوانس مینویسوندیم، اوانس هم میگرفتیم مثال 18 هم ده چورم پنجم هشتم ده ما اولیکوم رو میگرفتیم، پنسیه ما بعد چیز نگاه نمیکردیم. احوز روخی هیچی بوجود نیست، یک موده یک بود دستاتم ما پنسیه میگیریم. با همه ایجا مراجعات کردیم، بچم اینم پریزیدنت نایستادم، صحیف در رفتم، رفتم بریدن نموندن برومات کردم. انا با اینمی چیز پیش همو چوی خورن رو حد برومات کردم، نشید اگه میکر. کروب چه دارم رفتیم؟ کروب چه دارم رفتیم، نشید اگه میکر. راهبریت کارخانه قوطی براری و سرپوش سازی و رئیس جماعت حصار با سبب تنگی وقت راضی نشدند در این مسئله با ما صحبت کنند، ولی نابینایان تصمیم گرفتند برای دریافت یاری اکنون به سازمان های بین المللی مراجعه کنند. ما هم باید تشکیلات های خارجی نیاز داریم، طلب کنیم و اگر سپانسر بیاویم ممکن همین در آینده همین کارخانه های کلوب را تعمیر کنیم. برای تعمیر وزیدتامون یک برما یک لویا پیشواره کردیم، همون سبب رسخونه یک بوره ده
و ایو یک دستگیری کردم با کدام طرف چیکار بشه که با این اخی مون نکردن. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند حالا در کشور حدود 9000 افراد نابینا به سر میبرند. طاهربیک دولتوف رئیس جمعیت نابینایان تاجیکستان گفت از این حساب تنها تقریبا 500 نفرشان در 11 کارخانه مخصوص نابینایان در منطقه های گوناگون کشور با کارهای موسمی مشغول بودند و بس.